سلام عرض میکنم به دوستای زوم جیمون با یک نیم نگاه رومیزی در کنار مریم برگشتیم. شما سلام. کی هستید؟ مریم خاکسا هستم. من سلام میکنم به علاقمندان به بورد گیم. یه دونه بورد گیم خیلی خاص و جذاب آوردیم براتون که آرایش داستانش رو میگه. آره، عرضم بهتون که ما در نیم نگاه های قبلی که رومیزی که تو عید دیدیم، حالا سال قبل همه رو مریم ما رو برد. اومدیم با یک بازی دیگه، اینم حالا من توضیحش کامل بهتون میگم. این بازی اسمش کاراگاه نایه شرقی سرنخ‌های معلقه. شاید بپرسید که این آقایی که اینجا کیه؟ اسمش آرسگان، ایشون یک کاراگاه حرفه‌ای هستن. خب همونطور که می‌بینید این بورد گیم یه بسمت خیلی جذابی داره و یه چیزی بگم خوشحال می‌شید. این بازی کاملاً ایرانیه و خیلی تحسین شده و جایزه‌های مختلفی گرفته. خود سازنده‌ها، حالا این قسمت رو اگه راضی نبودن ما کات می‌کنیم. خود سازنده بگفتن زیاد تعریف نکنید از بورد گیم، ولی من چون اینقدر دستاوردهایی که داشتم برام جذاب بود که می‌خوام بگم این بسته‌بندی رو، این بورد گیم رو خانه پیریکا برام فرستادن. این بازی رو خودشون در واقع تولید کردن. یه بار جایزه برتر سال شده، یه بار مقام دوم دیزاین گرفته، تو رویداد اشپیل آلمان هم تحسین شده به عنوان اولین بازی AGF تک نفره. که حالا ما میریم جلوتر، شاید بگید که بورد گیم میشه تک نفر بازی. بله، این بورد گیم تک نفر است و یک بسته ویژه افسون زومجی هم از طرف خانه پیریکا برام اومده که این بازی رو میاد دو نفره میکنه. این محصولی رو که دستم میبینید بازی کارگاه نایه شرقی شیناراست. شاید بگید که لوگوی جنبیرش چیکار میکنه؟ خانه پیریکا سازنده بازی اصلی کارگاه نایه شرقی سرنخ‌های معلق، این بسته ویژه رو با همکاری زومجی عرضه کرده. خبر بهتر اینه که بسته افسونه زومجی رایگانه. یعنی وقتی بازی اصلی رو شما تهیه میکنید، بسته افسونه رو به صورت رایگان دریافت میکنید و میتونید در کنار کلی محتوای تک نفره بازی، اون رو به صورت دو نفره هم بازی کنید. پس افسونه زومجی با دو نفره کردن این بازی رومیزی هیجانش رو چند برابر میکنه. شما میتونید از لینکی که تو دیسکریپشن قرار دادم این بازی رو تهیه کنید. بریم بازی رو با هم بزنیم. من کم کم ادامه بدم صحبت رو، داستان ماستان بگم یا شما میخوای کامنتی بگید؟ من یه چیزی میخوام بگم. اینی که بازی تک نفره است خیلی جالبه. حالا الان ما این بسته ویژه زومجی رو بازی میکنیم که دو نفره است. الان دو گیم پلی دو نفره رو میگیم. چیزی که توی این وجود داره بازی یه نفر است، ولی من و آرایس اینو دو نفره رفتیم. یعنی شما میتونید چند نفر جمع شین، چند تا فکر رو بذارین رو هم با همینو حل کنیم. ضمن اینکه من این سوال داشتم که خب اگه این بازی رو بخوایم مثلا یه بار بازی کنیم ممکنه تکراری بشه. این سوال پرسیدم، خیلی جالب بود. انقدر پایان‌های مختلف داره، انقدر اتفاقای عجیب غریب توش میفته که هیچ وقت تکراری نمیشه. آره، بازی استراتژی ماجراجویی و این بازی روگلایک پایان‌های مختلفی داره، مسیرهایی که میرید مختلف، تصمیم‌هایی که میگیرید بازی رو خیلی ارزش تکرار بهش میده. من یه در مورد دنیای کلی و داستان کلی بازی توضیح کوتاهی بدم، من چون من خودم خوشم اومد از داستانش رو که من خوندم. ببین، یک قلمروی وجود داره به اسم پارو که همین آقای آرسگان هم توش مونده، یک کارگاه حرفه‌ای فعالیت میکنه. یک سرزمینی هم در کنار این پارو وجود داره به اسم مینتراس که یک سری در کنار انسان‌ها یک سری موجودات انسان نما هم زندگی میکنن که بعد از که رفته رفته یک سری مشکلات ایجاد میکنن در ناحیه شرقی که شهر شکافه. در واقع این تنها راه تردد بین این دو منطقه است، ولی بعد از اینکه یک سری مشکلات پیش میاد درها رو، دروازه ها رو میبندن، چون پاروک یک شهر تکنولوژی جای خفنی داره، ساختمان های بلندی داره و دورش دیوار کشیدن که مردم زیاد نتونن برن این بر اونور، چون انسان هایی که اونجا قرار دارن با این نوع انسان هایی که توی شهر پاروک قرار دارن متفاوتن و در واقع میخواد دو دسته تقسیم کنه انسان ها رو. یک دید ادبی هم داره. و بعد از یک روز یک در واقع درگیری صورت میگیره در همون شهر شکاف که یکی از این انسان‌ها، یکی موجوداتی که توی مینتراس قرار داده تا قدرت تفکرش از دست میده، با خشم میاد اونجا همه رو چکی میکنه و شهردار هم این آقای آرسگان رو با تیمش میفرسته اونجا که مشکل حل کنن. وقتی میرن اونجا متوجه میشن که بعضی از این موجودات وقتی خشمگین میشن نامرئی میشن و برای اینکه مردم شهر در واقع پاروک این داستان متوجه شن، ما توی این بازی تک نفر وسیم اینه که بریم سری ماموریت انجام بدیم ببینیم کسی متوجه بشه، جمع و جور کنیم بچه رو بفرستیم خونهشون و اینو انجام بدیم. ولی این بسته ویژه افسونه زومجی رو که در واقع خانه پیریکا فرستاده با یک شخصی به اسم شینارا رو اضافه میکنه که مریم باش بازی میکنه. وقایعش به 5 سال پیشه که حالا توی سایتش جزئیات کامل داستان رو نوشتن. اون موقع دیگه پاروک وجود نداشت، یه سری مه‌های سیاه توی آسمون بوده، پل بوده و خیلی خیلی پیچیده است و جالبه. و میخوام بهت بگم انقدر دنیای داستانی این بازی بزرگه که این به قول بچه‌های
خودشون یه تیکه کوچیک از بازی خودشون گفتن شبیه پیام بازرگان، اینقدر دنیای این بازی بزرگه. حتی سری های مختلف داره که حالا همشون پیرو این داستان دارن میرن جلو، خیلی داستانش جزئیات داره، خیلی ادبیات جالبی داره. اینو هم توی سایتش میتونید بخونید. ها یه چیز جالب راجع به موسیقی بازی هم گفتم. این بازی 24 دقیقه زمانشه و یک موسیقی متن داره. حالا اگر بازی رو تهیه بکنین تو این موسیقی متنش رو از اون حالا یه یو آر الی داره میرین اون رو پلی میکنین، در 24 دقیقه است بازی شما هم 24 دقیقه است. حال و هوایی که دارین، اون حس و حالی که دارین، حالا اگه استرس دارین، اگه نگرانین، اگه هیجان دارین، اون موسیقی خیلی روش تاثیر داره. میگه روی یک سری فرکانس های تمرکز کردن که در واقع میتونه اون هیجان رو توی ما ایجاد کنه. ولی موسیقی در واقع بسته افسونه شینارا هم متفاوت با موسیقی اینه و میگه محتوا زیاد داره و خیلی عجیبه. آره ما بریم بازی رو باز کنیم، بچینیم و بازی کنیم. آره بچینیم بازی کنیم، یه گیم پلی شو هم توضیح بدیم هم ببینیم چجوری. کیفیت محصول رو ببینید شاید تعجب کنید بچه، واقعا خودشون تاکید داشته زیاد تعریف نکنه ولی اینقدر جذابه. خب ما اینجا یک سری کارت داریم، کارت هامون این شکلی هن که روشون یک مسیری داره مثل این، مثل همه اینا که اینجا دیده میشن، و پشتشون یک موجودیه که الان توضیح میدم که هر کدوم به چه دلیل اینجوری هن. خب یه دونه مسیر داریم توی بازی، این اصل کارمونه، این باید همیشه اینجا باشه، دست نزنیم بهش. خب به جز اونا یه سری کارت داریم، همین کارت هایی که گفتم کارت های مسیر هن. من چند توش به عنوان نمونه نشون میدم. اینا کارت های عادی هن. از بین همه کارت هایی که داریم یه سری کارت داریم که یک علامت سبز رنگی اوتو میتونم ببرم بالا. خب یه علامت سبز رنگی توی انتهای مسیرها دارن. ما حالا به اینا فعلا میگیم بنبست، ولی بعضی وقتا هم بهش میگیم سبزا. اگه گفتیم از اون سبزا اشتباه نکنید، همین بنبست. در واقع تبهکارا در انتهای اینا وصل میشن به این. اینا توی بازی اول یه معنی دارن، توی بازی دوم یه معنی دیگه. الان چون ما داریم بازی دوم که میگم، منظورم افزونه ویژه زومجیه که کاراکترش دو نفر است. به خاطر همین میگم دوم چون دو نفر است. خب اینا ما میایم از همه دسته کارتامون، اول که یه دونه این چهار جهتی رو برای وسط مرکز بازیمون انتخاب میکنیم میذاریم، از بین اینا 10 تا کارت از اونایی که همین علامت بنبستشون یا سبز رنگشون پایین قرار داره 10 تا جدا میذاریم، از یه سری کارت هایی که بنبستشون در طرفین یا چپ یا راستن از اینا هم 10 تا جدا میکنیم اینجا میذاریم. خب بقیه کارت ها میره اینجا، اینا همین مسیرها انا همونجوری که گفتم اینا همین مسیر پشت رو داره. خب از دسته ای که بمبستشون پایینشون بود دو تا رو به این سمت می‌بینیم، اینم پایینش بود من به این سمت گذاشتم، از سمتی که این موجودات رو ما می‌بینیم می‌ذاریم. از دسته بالایی که بمبستش چپ و راست بود دو تا به رو می‌ذاریم. حالا اینا رو در وسط بازی پین گیم پلیش توضیح میدم که به چه درد می‌خورن. یه سری اینجا مهره داریم، سه رنگ هستن، آبی و قرمز و زرد داریم، و یک کارت هم داریم که روش اسم سه تا نقش هایی که ما داریم رو نوشته، نفوذی، کوبش و نگهبان. یعنی نیروهایی که استفاده می‌کنیم. بله، نیروهایی که ما در طول بازی لازم خواهیم داشت، حالا برای اینکه حرکت کنیم، برای اینکه حمله کنیم، برای اینکه دفاع کنیم و اتفاقای اینجوری. واسه هر کدوم یه دونه توکن در نظر می‌گیریم. هیچ فرقی هم نمی‌کنه. توافقیه. مثلا می‌تونیم اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم هر جوری که دوست داریم. من چون دوست داشتم زرد وسط باشه اینو گذاشتم واسه کوبش. شما هر جوری دوست داشتین بزنید. بقیه‌اش هم میاد این کنار. اول بازی هر کدوممون یه دونه از هر رنگ توکن برمیداریم. من برمیدارم، آرایس هم برمیدارم. سه تا بنده، سه تا شما. بله. آها، دو تا استندم داریم اینجا که نقشامونه. اول آرایس محتویاتی که داخل جعبه بود و مربوط به کاراکترش، یعنی آرسگانه رو توضیح بده. شما اون مهره رو بده. بله بله. خب من با آرسگان امروز بازی کنم. آرسگان یک من یادم رفت موقعی که داشتیم داستان رو میگفتیم بگم، آرسگان یه نیروی تاریکی هم داره که بهش در واقع هدیه داده شده اگه اشتباه نکنم، و با اون در واقع نیرویی که داره موقع نبردها 4 تا مهره سفید داره. این 4 تا مهره سفید یا میتونن توی آرمور داشتن آرمور به ما کمک کنن، و هم در زمانی که داریم با تبهکار مبارزه میکنیم به عنوان حمله ازشون استفاده کنیم. اگه دو تا مهره سفید رو ما روی حمله آرسگان قرار بدیم ضرب در دو میشه، میشه 4، که دو تا اتک هم خودش نرمال داره. آره. آرسگان درسته؟ دو تا اتک داره یا دو تا دیفنس داره؟ دو تا دیفنس داره موقع که شروع میکنه، دو تا دیفنس داره، دو تا اتک نداره. دو تا دیفنس هر کاراکتر تو خودش داره. این دیفنسه، نه برعکس گفتم، این دیفنس، یعنی این 4 تا گوله به ما میزنه، ما باید ما دفاع میکنیم، این با 4 تا گوله از بین میره، یعنی ما باید 4 تا گوله بزنیم. آره من دوباره توضیح بدم، نگاه کنین، این در واقع
علامتایی که زیر هر کدوم از این تبهکارا هست، زمانی که ما گیم پلی فایت رو شروع میکنیم، ما باید از این نیروهای که اینجا یا استفاده میکنیم یا این مهره که فقط آرسگان اینا رو داره میتونیم توی مبارزات استفاده کنیم، که دو تا آرمور، اینا هر کدوم دو تا آرمور حساب میشه برای آرسگان، هر کدوم از اینا یه اتک حساب میشه که حالا موقع بازی هم من مریم دوباره نشونده. ولی کاراکتری که مریم داره، شینارا یه قابلیت ویژگی دیگه ای داره. این کاراکتر داخل این پک ویژه است برای زمانی که دو نفره میشه، چون زمانی که یه نفره بازی میکنیم که خب یه کاراکتر کافیه. این پک در واقع کاراکتر دوم رو به ما میده که اسمش شیناراه. داخل پکمون یه بردی هست که این بازم بردی که مربوط به بازی اوله، که میتونی با همون در واقع همین کارتای حالا بنرتوری تبلیغاتی یه سری ویژگی داریم. یه دونه استند شینارا داره برای من، برای زمانی که میخوام بازی کنم اگر این کاراکتر رو داشته باشین. سه تا کارت داره، سه تا کارت نیروی ویژه بهش میگن. خیلی اوپیه، خیلی خیلی کاراکتر خوبیه. بابا نیروی سیاه داره، شیر تو مهره سفید انداخته اینجا. سه تا مهره صورتی، اونا رو صورتی ها رو بگو. سه تا مهره صورتی هم داره که اینا رو توی بازی من همین الان که توضیح میدم که به چه درد میخورن هر کدوم از اینا. اینا در واقع به عنوان این نیروها میتونیم استفاده کنیم، اما در شرایط خاص. بهتون میگم چه جوریه. خب ما به نظرت گیم پلی شروع کنیم که عینش هم به کاربران توضیح بدیم، یا یعنی اینکه کلا آموزش بدیم؟ توضیح کلی بدیم. این جوریه که در هر نوبت هر کدوم از ما سه تا کارت میگیریم، سه تا از این کارتایی که مسیرن. در واقع الان بهشون میگم مسیر، چون موجودیتشون اهمیت نداره. من اینو گذاشتم در دست خودم، برداشتی؟ من اینطور بودم که موقعی داریم پول میپیچونیم از بانک، هی خم نشیم برام بگیر. خب سه تا مسیر داریم و جفتمون هم در ابتدای بازی این وسط قرار گرفتیم. باید شروع کنیم به مسیر چیدن. حالا با چه هدفی؟ امتیاز یعنی چه جوری میگیریم؟ این جوریه که ما مسیرهامون رو میچینیم، هر مسیری که منتهی به یک مربع بسته، حالا من یک جدول، یک آره هر چارگوش بسته. مثلا اگر من اینو شروع کردم یک مربع بسته رسیدم، یعنی اینکه من میتونم این سه تا کارت رو جمع کنم و مال خودم باشه. حالا اینکه چه جوری مسیر میسازیم یه پروسه دیگه. آره در واقع من چه نکاتم اینه، در واقع این کاری که دارم میکنیم و جمع میکنم اینه که شیناری آرسگان میان پرونده ها رو تشکیل میدن، پرونده ها رو اون مسیر ها رو میرن و نیروهاشون رو میچینن و در واقع پرونده هایی که جمع میکنن امتیازشونه، کارگاه هم دیگه دارن میرن مبارزه میکنن و در واقع مشکل رو بررسی میکنن، سرنخ ها رو پیدا میکنن. خب ما در هر نوبتمون با کارتامون میتونیم دو تا کار بکنیم، یعنی باید دو تا کار بکنیم، یا مسیر میسازیم. دو تا آپشن داریم فکر کنم. نه باید یک کدومش انجام بدیم، یک کدومش انجام بدیم، دو تا آپشن داریم، از دستمون استفاده بشه. یا کارت میسازیم، مسیر میسازیم، که مسیر ساختن اینجوریه که من اینو میذارم اینجا، مسیرمو ساختم، از این عبور میکنم به اینجا. خب هزینه ای نداره چون از یه خط صاف عبور کردم. اگه این دوتا آقا که نیروی نگهبان هستن اینجا بودن، من برای عبور ازشون باید از نیروها استفاده میکردم. چجوری استفاده میکردم؟ نیروی نگهبان مهره قرمزه، باید دوتا مهره قرمز داشته باشم بذارم اینجا. مهره ها از کجا به دست میاد؟ در نوبتم اگر نتونم مسیری بسازم، یا اگر انتخابم این نباشه بنابر استراتژی، میام یکی از کارتامو میسوزونم، کارتامو که اینورش مسیر بود پشتش موجوده دیگه، یکی از اینا رو میسوزونم، به تعدادی که اینجا نوشته از اون متریالا میگیرم. الان من اگر حالا این استثنان اینو لازم نداشت، یعنی من اگه از اینجا اومدم اینجا لازم نیست این دوتا رو بدم، چون شما نگاه کن که میخوای اینو بذارم اینجا، مثلا اگه شما اومدی اینجا از اینجا بخوای بری بالا، آره اگر از اینجا مثلا اگر شرایط اینجوری، یعنی من تو نوبت قبلی اینو گذاشته بودم، الان تو نوبت جدید میخوام برم بالا، لازمه که یه دونه از اینا بذارم اینجا. این چیه؟ نیروی نفوذیه، یعنی یه دونه آبی باید بذارم. حالا اول بازی که هممون آبی داریم، اما اگر در شرایطی که آبی نداشتیم، من که کاراکترم شیناره و شینارا هستش و سه تا توکن صورتی دارم، میتونم اینو بذارم اینجا. آره ولی آرسگان مثلا اینو نداره. آره من باید یا باید منتظر بمونم تا دست بدم، یا اینکه باید بفروشم و در واقع از این اعتبارها تهیه کنیم. اینجوری. این یکی از کارهایی که ما باید تو نوبتمون بکنیم، یا بسوزونیم یا این. در حالا کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم، میتونیم خرید و فروش کنیم. خرید و فروش اسمش نیست، اسمش میگن که استخدام، درسته؟ آره. از این نیروها استخدام کنیم. چه جوری استخدام می‌کنیم؟ زمانی از بازی هست که ما زیاد کارت سوزوندیم و توکن زیاد جمع کردیم. البته
توکرامون نباید بیشتر از 10 تا بشه. آه مرسی، این نکته خیلی مهمه. مثلا من الان 9 تا توکر اینجا دارم و حالا کارتم هم گذاشتم، اما میتونم استخدامم بکنم. استخدام چه جوریه؟ برای چی استخدام می‌کنیم مریم؟ برای اینکه استخدام میگم در مرحله بعد میگم که به چه درد می‌خوره. استخدام اینجوریه که برای نفوذی 4 تا توکن از هر رنگی، برای کوبش و نگهبان توکن ها 5 تا هستن، بازم از هر رنگی. محدودیت رنگی در این مورد نداره، برای اینکه میشوندیم اینجا محدودیت رنگی داشته، ولی وقتی میخوام پرداخت کنیم استخدامش کنیم، مثلا من 4 تا میدم یه دونه نفوذی، نفوذی میگیری استخدام استخدام میکنم. یکم ادبیاتم نه درسته، فرق نمیکنه. خب من یه دونه نفوذی استخدام کردم، حالا الان مثلا ادامه بازیه، بازی چرخیده، من میخوام همه حالتهای مختلفو بگم، بعد حالا اینو که توی بازی کردن توی گیم پلی که من آرایز خواهیم داشت میبینی قشنگ متوجه میشی. اینایی که انتهاشون گفتم سبز رنگ داره، اینا کارتایی هستش که ما میتونیم برداریم و یه دونه از این موجودات تبهکارها انتخاب کنیم و بذاریم در قسمت بنبستش، قسمت سبز رنگش، که در حالا یا تو همون مدت اگه تواناییشو داشتیم تو همون نوبت، اگه در توانمون نبود جمع کنیم نیروامونو زیاد کنیم و در یک موقعیتی بهشون حمله کنیم، مبارزه رو شروع کنیم، مبارزه کنیم. چون اگر که مبارزه رو ببریم این کارتو برداریم و در دسته کارتای خودمون قرار بدیم، در آخر بازی 6 امتیاز به ما میده. این کارتایی که با مربع ساختن جمع میکردیم هر کدومشون یه امتیاز داشت، ولی این به تنهایی 6 امتیاز داره. بعد در نظر داشته باشین که اگر من این مربعو کامل کنم، خب این مربع بیس وسطو که نمیتونم بردارم، 3 تا برمیدارم. خب یعنی اگر که استراتژیمون این باشه که با ساختن مربعهای کوچک بتونیم پیروز بشیم، یه دونه از اینا بگیریم اندازه 2 تا مربع ساختن واسه ما کار میکنه. حالا حمله کردن چه جوریه؟ من تو نوبتم، یعنی تو نوبتم که میگم باز خارج از اون کارت استفاده آسا. الان من مثلا اینو استخدام کردم، 3 تا هم دارم، 3 تا میدم و یه کارت از اینا باید بردارم. مثلا من انتخابم اینه که شما در واقع این کارتی که اینجا انتخاب میکنید که این سبز رو داره، به هدفتون اینه که به مبارزه ختم بشه. بله بله. و بتونید پول در بیارید. بله. امتیاز کسب کنید. درسته. حالا الان من البته پول اشتباهی دادم، چون هیچ کدوم از این کارتا به درد من نمیخوره. حالا مثلا در نظر میگیریم که این اینجا نبود. حالتهای مختلف داریم. آره دیگه داریم بررسی. من زمانی که 3 تا توکن دادم اینو برداشتم، از اینجا یه دونه شارژ میشه، اینایی که سبزش دو طرفش بود، و این میاد دست من. اگر من تو نوبتم کارتم رو هنوز بازی نکرده باشم، هنوز فرصت دارم که کارتم رو بشونم. کارتم رو میذارم اینجا، خب این نیروارم که پرداخت کردم راحت میام اینجا، این قسمت سبزه، توی این سبزه یک کدوم از این تبهکارا رو بعد انتخاب کنم بذارم. خب طبیعتا اینی که کمتر ضعیف‌تره رو برمیدارم دیگه، برمیدارم میذارم اینجا. یعنی حتما شما وقتی این سبز داره رو از اینجا برمیدارید، ممکنه از این سبز رو تو این دستم باشه ها، ما ساده فقط 10 تاشو جدا کردیم، ولی ما اونو ساده در نظر میگیریم. اینو به این سری وصل میکنم که یعنی من میخوام با این مبارزه کنم. حالا الان بررسی کنم ببینم آیا من میتونم با این مبارزه کنم یا نه. خب این 6 تا گوله بعدش بخوره. بله بله هلتشه. بله من هر کدوم از اینا این نیروهایی که شینارا داره، نیروهای شینارا 3 تا، برای این ما چی نیاز داشتیم؟ 5 تا حمله و برعکس گفتم 5 تا دیفنس، 6 تا حمله. آره آره. هر کدوم از این نیروهای ویژه‌ای که شینارا داشتش، هر کدومشون 3 تا قدرت حمله دارن. بنابراین من این دوتا رو بذارم، این 6 تا رو پر میکنه. بله بله بله. برای این 5 تا چیکار باید بکنم؟ اون 5 تا اتک به ما میده. برای این 5 تا آره باید نگهبان داشته باشیم. آره و ندارید. ولی آرسگان داره. داره. بله من چون نگهبان ندارم نمیتونم الان باید حمله کنم، باید صبر کنم تا دست بعد دوباره از دستم کارت بسوزونم که بتونم یه نگهبان برای خودم استخدام کنم که آره. و یه نکته مهمی که مریم شما باید ایشون رو هم لحاظ بله، کنید بله، بله، با یکی بله. از مهره های زردتون. بله ایشون رو با مهره صورتی من میتونم لحاظ کنم. آفرین صورتی هم شما داری اصلا دارم. بله. که فایت شروع بشه. بله خب. پس بنابراین من نتونستم اینجا این کار انجام بدم، نوبت من اینجایی که نمیتونم دیگه کاری از دستم بر نمیاد تموم میشه و نوبت آرایش. آره. آرایش هم همین مراحل رو باید تکرار کنه که تو منابع تو جمع کنی. آره، بفروشی من... کلش اینه که استراتژیتون این باشه که منابع جمع کنی کدوم مرحله. آها یه نکته دیگه خیلی مهم یادمون رفت. چی؟ ما وقتی شروع میکنیم بازی کردن، حالا مثلا کارتا رو بذاریم، مثلا اینا رو آرایی ساخته واسه خودش داره تشکیل یک مربعی رو میده که خیلی مربع بزرگی هم باشه، میتونه مربع فقط انقدر کوچیک نباشه دیگه، گسترده تر باشه. آره آره حالا هیچی هم نمیاد ما بتونیم یه چیزی بسازیم پیش‌فرض معنی داشته باشه.
به فرض میخواد همچین چیزی بسازه. بیا بریم بالا. اگه نه نه انقدر زود نرو بالا. می‌خواستم یکم گسترده‌تر باشه. بذار چند حالت امتحان کنیم دیگه. خب اتفاقی که میفته منم میتونم ببینم تا وقتی که من نیروی نگهبان ندارم، ما فرض میکنیم من اینو استخدام کردم. خب فرض میکنیم من نگهبان استخدام کردم، آرایس هنوز نگهبانی نداره. خب من رفتم اینجا یه مربع هم کامل کردم و همه چیم هم جمع کردم. خب آرایس در حال ساختن این مربع بستشه که بتونه یه کاری بکنه، بتونه یه امتیازی بگیره. من نیروی نگهبان دارم و نفوذی. نفوذی کارش چی بود؟ نفوذی کارش اینه که در حالت عادی که بازی میکنیم میتونیم یه دونه بریم جلو. نفوذی به ما این امکانو میده که دو تا بریم جلو. یه حرکت به حرکتشون اضافه میکنه. حالا آره من میتونم با این نفوذی برگردم، اما زمانی که بازی من کارم تموم میشه با نفوذی میتونم نفوذیمو بسوزونم که وقتی میسوزه برمیگرده اینجا و من تلپورت میکنم تو این نقطه، تو نقطه ای که آرسگان قرار داره. اینجا من میتونم تو این مربعی که داره میسازه مشترک بشم، یعنی نصف سهمشو من بردارم. در نهایت جفتمون کاراگاهیم و بعضی وقتا هم شاید همکاری صورت بگیره، توافق کنیم و اینا، ولی خب مریم بیشتر اوقات که ما بازی کردیم بدبخت کرده آرسگانو. مثلا اینجوری شده. حالا میرسیم اینجا، نوبت آرایسه. آرایس تفلکی این همه تلاش کرده همچین چیزی رو تشکیل داده، میاد اینو میذاره اینجا. بعد خب ما الان سهیم، من الان سهیم میشم در آره. البته اگه شما اگه از اون نفوذی استفاده کنید و داخل نقشه من بیاید شریک میشید در بله. تقسیم این امتیاز و پرونده. خب من یه حالتی رو الان اینجا در نظر بگیرم، مثلا مربع ما این شکلی تموم شده، شما اینو ببینید، درسته دیگه، همچنان هنوز چهار ضلعی بسته است. خب این نقطه کارتی آخریه که ما میذاریم و هر دومون اگر اینجا باشیم میتونیم با هم تصمیم بگیم که ما الان این مربع رو جمع نکنیم. این مربعی که سه تا ضلعش روش از این آدم ها داره، سه تا ضلعش نقش داره، میتونه دو طبقه بشه. چجوری؟ ما حالا با کمک هم یا آرایس مثلا دو تا مثلا با هم دیگه مثلا دو تاشو من پر کردم. آره. قرمز نگه دو تا من درسته. از اینا دارم. آره بیا بذار مثلا. بیا قرمز هم میذاریم از اینجا. مثلا ما داشتیم و اینو پر کردیم. این باید یه مسیری که دوباره اینجوری سه جهتی داره روش قرار بگیره. و همه این شرایط این کارتو که اینم سه تا مسیر داره و سه تا آدم میتونیم روی اون این بذاریم. خب حالا ما کارتامون روی این بودا ولی گذاشتیم کنار که رو طبقه دوم. ولی روشونن طبقه. آره. این که طبقه دومش اینجا قرار گرفت، ما با هم توافق میکنیم که حالا میتونیم اینو جمع کنیم. حالا در چه شرایطی این جمع میشه؟ چون این دو طبقه است، به ازای این یک کارتی که طبقه دوم قرار گرفت، ما کل اینو که جمع میکنیم از این دسته هم 5 تا کارت جایزه میاد اینجا. مثلا ما اگر اینو بازی کرده باشیم، اینا میرن کنار. همه رو جمع میکنیم. بجز این بیس باس. جمع میکنیم 5 تا امتیاز هم از بانک میگیریم. البته اینجا یه کارتی بود که نباید جمع میشد. خب اینا رو جمع کردیم، 5 تا کارت هم از بانک میگیریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خب الان میشموریم ببینیم چه جوری شد، تقسیم بر 2 میکنیم. و یک نقطه دیگه، خب این حالا تعدادش زود شد، این از قبل تعدادش زود شد و ما هر کدوممون یه تعداد برداشتیم، اما اگه تعدادش فرد شد، اون دسته ای که یه کارت بیشتر داره فرده دیگه، یکیش بیشتر از اون یکی میشه، مال اون کسی که آخرین کارتو نشون، آخرین حرکت رو در واقع انجام که این کرد. که این در واقع توکن سیاه رنگ رو روش قرار میده که یادش بمونه که آخرین حرکت برای چه کسی بود. خب ما الان فکر کنم همه نکاتش رو گفتیم، یه دور بازی کنیم قشنگ برای همه جا میفته که این بازی آره بازی استراتژی خیلی اصلا درست و حسابی، خیلی هیجان انگیز و خوبه، ولی خب اینجوری که توضیح میدی و پای توضیح یه نفر میشینی خیلی آره دیگه، بازی استراتژی دیگه آره. یکم با توضیح سخت سخته. میشه باید تو هیجان رو انتقال داد. خب ما بازی رو ریسیت کردیم، بریم شروع کنیم بازی کنیم. الان ما هر کدوممون 3 تا کارت دستمون داریم و 3 تا توکن از هر رنگ. شما به جز 3 تا کارتتون هم 3 تا مهره اضافی دادید، 3 تا هم کارت نیروهای سیاه و صف کردید، 4 تا مهره سفید آرمور و ضربت انقدر زور داره. بعد حالا به این 3 تا صورتی تفلکی من چه، ولی همین چیز نکته مهمیه مره، من احساس کنم با آرسنال باید بیشتر روی این تمرکز کنم که مبارزات بیشتری داشته باشم تا اینکه بخوام پرونده جمع کنم و مربع بسازم و اینا. یه همه چی به استراتژی آدم مربوطه. مریم نکن اینقدر نفوذ نکنی تو شهر من، بدبخت کردی دستای پیش منو. خب شروع من شروع کنم شما. بفرمایید. شما نه خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خب بنده میخوام از همین سمت
چپی که در دسترسم هست میخوام یک کارت اینجا بذارم. خب و بعدم حرکتم رو انجام بله. بدم. بله تو مسیر چیزی نیست دیگه. حرکتم هم چیزی هم نیست. ارزم به تو دیگه. حرکتم کردم. ما یک کارت گذاشتیم و حرکتم هم کردم. خب نوبت منه. بفرمایید. بنده میخوام از اول بازی میسوزونه شما استراتژی سوختن کارت من و... کارت من دو تا آبی و یه قرمز داره. من اینو میسوزونم میذارم این کنار، دو تا آبی و یه قرمز از بانک برمیدارم. بله بله. حرکت هم میتونید نکنید. حرکت میتونم بکنم، میتونم نکنم، نمیکنم. آره جایی نمیتونید بره. نه اینور نه. یعنی چی؟ نه دیگه بذار کارمون زندگیمونو بکنیم خانم. بفهم. بفرمایید. ببینم اون برای چی است؟ خودم هم واسه مبارزات آماده کنم. دو تا تبهکار اینجا داریم که دو تا آبی و قرمز داره. آره سر استراتژی میشه. آره ببین من اینشون رو میسوزونم خانم مریم. دو تا آبی قرمز که دو تا آبی و قرمز بردم که اگه بشه در آینده میخوام تبهکار رو چکی کنم. آیا حرکت میکنی؟ نه دیگه جایی هم نداره حرکت. این نکته من یادم رفت بگم چون بازی خیلی جزئیات داره، میبخشین که هی باید این نکات رو به عین بازی بگم. ما چجوری میتونیم کارت بگیریم؟ اگر من کارتام الان به دردم نمیخوره، دوستشون ندارم، نمیتونم باشون بازی کنم، هر چی دستمه میسوزونم، سه تا کارت جدید میگیرم. اما معمولا این کارو نمیکنیم به خاطر اینکه خب میتونیم صبر کنیم دستمون که تموم شد، همجوری تو نوبتمون سه تا کارت میاد دستمون. بنابراین یا کارتو بسوزونی، یعنی نظر من اینه، شاید شرایطی به وجود بیاد که لازم باشه شما همه دستتون رو بسوزونید سه تا کارت جدید بگیرید، ولی خب به نظر من یه نوبت رو اینجوری نسوزونید. آره آره. و من وقتی این کارت آخرم هم تموم بشه سه تا کارت از بانک میگیرم. نوبت بعدت سه تا کارت میگیری. بله. خب الان نوبت شما کارت گرفتی، کارت کردی؟ کارت آره من کارو کردم. بفرمایید. من دوباره کارت میسوزونم، یه دونه آبی و دو تا زرد. میخوام آرایس. شما که همه رو بردید، امپراتوری بزنم. خب شما هم کارت سوزوندی؟ بله، حرکت هم نمی کنم، همینجا که بودم هستم. همینی که هست؟ بله. الان وقت دعوا مربا نیست. بله، هر جور صلاح میدونن آقا. می سوزونم خانم مریم. بفهم، دو تا زرد یا آبی؟ دقیقا هم اینه من داری می سوزونی، قشنگ شد. آره بنده اینو میشونم اینجا. بفهم. از این هیچیه دارم عبور میکنم، میام اینجا و همونجور که میبینین کاراکتر من هزینه ایم نمیدم، اما میخوام یه کارایی بکنم. میخوام یه نگهبان تهیه کنم باشه. آره پیشم دوستم باشه. نگهبان 5 تا در واقع آرمور به کاراکتر شما میده. بله. و اگه بسوزونینش، درست دارم میگم؟ بله. میتونید وارد منطقه حریفتون بشید. بله دقیقاً. برای که من وارد منطقه حریفم بشم این نگهبانو میسوزونم، یعنی انگار یک نیروی پشتیبانی میدم و میرم تو منطقهش که دوباره شریک بشم. آره شریک بشم. من اینو گذاشتم، حالا در نوبتم هم همچنان میخوام کمبو بزنم. میخوام یک عدد نگهبان تهیه کنم، میذارم اینجا، هزینهش 5 عدد توکن از هر رنگ پرداخت میکنم. خب الان در نظر دارم یه نفوذی هم بگیرم. بفرمایید دیگه، بدبخت کنید ما این کارگاه بیچاره با تجربه. آره کاری من با شما ندارم. آرسگان کاراکتر اصلی روی جعبه است. من این 4 تارم میدم، یه دونه نفوذی هم میگم بیاد پیشم، هر کی بود استخدام که هرچی پول بود. خب خب شما الان من نوبتم تمومه، نوبت آرزو. من باید سه تا کارت بگیرم. سه تا کارت برمیداریم. به به به، کارت های جدید همیشه. من 100 بار گفتم دیگه این کارت ها یه طرفش مسیره، یه طرفش آره. مثلا من الان از این کارت های اشتباه نکنی. آره چون من الان از این کارت های سبز رنگ دارم، ولی به عنوان کارت معمولی درست. ازش استفاده. آره چون از این بانک... دسته برداشتیم. بله چون از بانک برداشتیم. آقا من میخوام نگهبان استخدام کنم، پا میشین میای اینور دم دست دم دست اعصاب آدمو خورد میکنه. مثلا اینا چه منابع خوبی دارم؟ آبی 4 تا دارم. شما اگر میخوای استخدام کنی میتونی از نگهبان 5 تا بدی استخدام کنی. تا زمانی که من نگهبان داشته باشم، آرایز هم نگهبان داشته باشه، دیگه من نمیتونم برم. ببین چون مگه اینکه باز تعداد نگهبان من از اون بیشتر باشه. چون این کارت رو میسوزونم. نه این کارت، نه این کارت خوبه. این کارت مسیرش سراحی ترامپارس داره. میدون آزادی این وسطه. آقا من ایشونو میسوزونم. میشونم میسوزونم. سوزوندن اینجا بود. دو تا قرمز یه دونه. دو تا قرمز یه آبی برمیده. من میخوام استخدامم بکنم با اجازهتون. استخدام بفرمایید، خواهش میکنم. ازم بودن بازی رو دید جفتمون چطوری شروع کردین. من نگهبان استخدام میکنم. چند تا بود؟ 5 تا. 5 تا از هر رنگی. از هر رنگ. آره ترکیبی به جز سفید دیگه، سفید نیرو ویژت که نمیتونیم. خب این از این. بازم استخدام. امنیت به کارمون آوردیم خانم مریم. آرش جان. بله. شما نمیتونستی کارت بسوزونی. چرا؟ چون دستت بیشتر از 10 تا توکن میشد. من نمیدونستم.
چند تا بود؟ 5 تا داشتی علاوه بر این. این الان 7 تا اینجاست. 12 تا توکن دستت گرفتی. هر کی میتونه خب چیکار کنیم الان بازی رو بخوایم بتونیم آندو کنم. یه دونه می‌خواستم پیشرفت کنیم، مریم نذاشت. کی اینقدر توکن اومد؟ دیگه هی داری کارت می‌سوزونی جمع می‌کنی؟ بله. بنده به 9 تا رسیدم، سری خرید و فروشم کردم. مریم، الان من چطوری آندو کنم؟ الان دو تا اینا شما این سوزونی، اینو بگی دسته. آفرین. دو تا قرمز داشتی، یه دونه آبی. آره؟ آره مهم نیست. اینا رو انداختی رفت. اینا رو دستت داری. الان 9 تا من دارم. آره الان داشتم. خب دیگه سه تا دیگه هم گرفتی. خب اصلا مشکلی نداره ببین. الان چون این مشکل پیش من اول میگیرم آفر بعد آره. میسوزونی. آره. خب نگهبان بنده رو بدید. کارت قرمز همه قرمزا رو بردی مریم. خب چی کار کنم؟ دیگه مثلا دعوا کنم با اون خانم اونجا. باشه الان میگیری 1 2 3 4 5. بله. بردار. میسوزونم. بیا قرمزا رو بدید. دو تا یکی. ببین چقدر کولی بازی در میاری. خب. خب نگهبان تو گرفت. نگهبان. عالی شد. بفرمایید. من نمیتونم بازی کنم. حرکتم نمیکنه بچه‌ها. کارت آها من کارت سه تا بعد بردارم بفرم. چون دستم از کارت خالی شد. من نمیخوام اینو بذارم همکاری. اینجا. خب بله همکاری. من از این خط میخوام عبور کنم برم رو کارت بالایی. لازمه که یه دونه از اینا پر کنم. که یه دونه رو این صورتی رو میذارم. دیگه آرسترون باش میکنم. توکن نمونده درسته؟ توکن نمونده. من ایشون رو میذارم اینجا. بله. و حرکت میکنم به سمت پایین. درسته که میخوام اینجا یه پرونده تشکیل بدم. کار دیگه ای برنامه دیگه داری برای زندگی؟ زندگی خدا رو شکر خوبه. من خدا رو شکر خوبه. من میخوام این کارتامو بسوزونم، دو تا آبی و یه دونه قرمز بگیرم. من دوباره میسوزونم چون دنبال کارتای خوبی ام که اینجا وایسا. هزینه درگیری با تبهکار چقدر بود؟ باید سه تا توکن میدادی، یکی از این دو تا رو برمی‌داشتی. حالا یا میتونی بشونی یا نمیتونی بشونی. من میسوزونم فعلا. سوزون آفرین خوبه. اینو قرار میدم اینجا آقا رو قرار و باید یک هزینه برای آقای کوبش که زرده بذاری. بدم و میرم این اینجا. آره من الان جمع کنم. جمع کن پولو نقد. سری پیش نذاشتی پولو نقد بگیرم و بدبخت شدم من. خب من شما برمیگردی سر خونه اول و اینو جمع کن. اینم میسوزه. آره خب من راضیم. تمومه؟ این امتیاز منه و میذارم این گوشه. این بله خودم. من برم. بفرمایید فامن. من سه تا کارت بعد بردارم چون دستم مجدد خالی شد. خواهش. خیلی خب من میخوام چاره مولوی رو چیز کنم. این دوتا رو میذارم. ای وای این دوتا رو میذارم اینجا چون میخوام از این سمت ادامه بدم و این چاره مولوی رو میذارم اینجا و حرکت کنم اینجا. خب در این مرحله من میتونم این سه تا کارت رو جمع کنم و برگردم به نقطه بیس. میخوای جمع کنی؟ بله، طبقه مواقع نمیزنید؟ خیر. چه اشکال داره طبقه بزنید؟ نمیتونی بیشتری کسب کنید؟ توانای طبقه زدن من نمیبینم تو خودم. خب اینا میان اینجا. الان من دیگه نمیتونم کارت بازی کنم اما میتونم همچنان رو نیروها یک فعالیتی داشته باشم. بنده سه تا میخوام توکن بدم. خب این سه تا رو میدم و یه دونه از اینا رو میتونم بردارم که من انتخابم اینه. اینو برمیدارم به دلیل اینکه شما از اینا نمیتونید بردارید درست؟ نه چیده شده. من خواستم فارسی بگم. اینا چون چیده شده در مرحله چیدن نمیشه بردارم. اما همین که من این ستا رو گذاشتم اینو برداشتم این میاد اینجا و قابلیتش فعال میشه. بسیار زیبا. بله بنده ایشون رو برداشتم. این آها این صورتیایی هم که دیدین من چیده بودم اینجا روی کارتام وقتی کارتا رو جمع کردم صورتیا دوباره برمیگرده تو دستم. شبیه ریجینگ مود کریتوس میزنی و همه رو پوت میکنی. مریم مبارزه در همین مرکز هم میتونه صورت بگیره همینجا؟ آره اوکی اوکی من این؟ بله ممنون میشم. سه تا بفرمودی؟ سه تا عرض کردم. اینم میاد کنار. مهمه چه توکن هایی خرج بکنم. خب من اینو میذارم اینجا. خب یه دونه تبهکار انتخاب کن که به این قسمت سبزش اتکی. بله کاراکتری که ضعیف‌تره اینجا مشکل. خونشون خب اینو چسبونی به این و الان میخوای به ایشون حمله بفرمایید. استرس دارم چون خواهم میکنیم. خود شخصا حمله نمی کنیم. خب ما حرکت رو باید انجام بدیم. الان مریم میتونیم حرکت انجام بدیم. باید حرکت رو باید حرکت انجام بدیم. این دوتا رو ما بدی. نه آه نه درست. نه کن مریم. نه دیگه خب آخه ببین اینو نباید بدی وقتی به این میخوای حمله اینو باید بدم. خب بدی نگهبان قرمز. خب ما یه دونه نگهبان خرج میکنیم اینجا بذار. این بایست نمیکنم. ما الان میخوایم مبارزه با ایشون شروع کنیم. الان تو این نوبت الان... میتونم مبارزه شروع کنم؟ بله ایشون الان 6 تا به شما بعد 6 تا هلت دارن و 6 تا ضربه به بله 6 این 6 تا میخوام بگم این 5 تاشو پوشش میده. یه کاری کن بیشتر پوشش بده. آره دیگه دارم دیگه. آخه آرسگان از این مهره های سفید رنگ بله. داره که
عرضم بزرگ که من اینشون رو لحاظ میکنم، 5 تا آرمار ایشون داره، یه دونه هم از آرسگان خرج میکنم. مریم درسته؟ بله. این سه تا رو میبینید؟ اینا هر کدوم بذار جلوی خودت، این یه دونه رو میذاری اینجا که آره. این سه تا، دو سه تا، 6 تا، همین کافیه. آره تمام. ما چون ضریب دو حساب میشه، من با آرسگان تونستم ایشونو شکست بدم. بله پیروز شدی. و این سفیدامو برمیدارم، قرمز میسوزه، آرسگان میره جا اول و اینو دو تا بعد این میاد توی دسته اون کارتایی که جمع کردی، امتیازات امتیاز و ایشون هم اینجا رو میمونه، چون معلوم باشه که بعدا اگه خواستیم 6 امتیاز بدیم اینجوری باشه. آره. خب شما تمومی؟ آره. و من یک اشتباهی که میکردم فکر کردم ایشون هم در واقع توی مبارزه میمیره، ولی نمیمیره، میمونه پیش. خب بنده میخوام اینو بذارم اینجا و این هم کارتی که از اونجا برداشتم. به این میخوام ایشونو اتچ کنم. بفهمید. شما هم مبارزه. من دیگه اول یه جدول چیدیم بعد جفتمون مبارزه شروع کردیم. اصلاً ترسیدیم. آره، قشنگ داری محافظه چه دشمن خوبی میآوردی. نشانه آخر. خودم از این دشمن نصیب با کنه. خب بنده نگهبان دارم که این که هیچ. این تموم شد. این سه تا داره. اومدن. این دوتا رو من میسوزونم. میره خدافظ. این ویدیو گیم جی آر پی جی 65 نفر تو تیم دیار داری. لا لا آقا آرایس جان بیا برعکسش کن. من آرسنال. نه نه من آرسنال دوست دارم. من آرسنال. آرسنال میشم. خب من خب این دوتا رو برمیدارم. این که میره تو دسته این کارتایی که بردم، اینم اینجوری قرار میگیره اینجا که معلوم باشه شیشه. شما چطوری کتکشون زدی؟ بنده این دوتا نیرو رو سوزوندم و یک نگهبان هم بشم که از بنده محافظت میکرد. و مهره صورتی هم خرج کردی؟ مهره صورتی نه ایشون. برای مسیر رسیدن به دشمن منظورم. آها بله بله. آره. بله اونو خرج کردم. صورتی گذاشتم و برداشتم. آره. صورتی میاد و میره. مثل سفیدای شما میمونه. اون سفیدامون خط بد نیستن. چون خنده. بفهم اونو بعد شما. و کیفیت این چوبن خیلی کیفیت بالی هم دارن بچه. کثیف هم نمیشه. خیلی گوگولیه. خب فرمارش نوبت شماست. به نظر من باید مریم احساس میکنم که باز باید درگیری صورت بگیرم. ولی حالا درگیری صورت بده. بریم. میتونم الان کارت بخرم؟ آره ولی نمیتونی بشونی چون کارتو سوزون، یعنی کاری که با کارت باید میکردی و کردی. آره پس میریم دست بعد. آره دست بعد. خب منم بله به نظرم اینم لازمه بسوزونم و دو تا زرد و یه آبی بگیرم. خب اما میخوام الان یه خرید و فروشی هم انجام بدم. آره این کارت اگه تمام بشه ما باید حساب کتاب امتیاز انجام بدیم. خب باز خوب نیومد کارت من. ای بابا بسوزون بسوزون. نمیشه اینطوری بذار. آره آدماش برعکسن میریزن. من میخوام کارت بخرم. بخوام. من باید کارت بخرم. سه تا بود. بله. سه تا رو میذاریم. خب کدوم از این دوتا رو میخوای؟ 100% انتهای سمت راست. اینو؟ بله. جفتشون یکی هم دقت کردی؟ آخه یه جوری گفتی 100%. که میدون 100% میگه. آره. خب. بفهم. بله. شما الان تبهکارت انتخاب کن بذار اینجا. تبهکار ضعیفه. ضعیف طرحه. ضعیف طرحه. خب. خب. و حرکت باید بکنم. باید بکنی بله. و یه دونه هم باید خرج آقای نفوذی کنم. آقای نفوذی رنگش آبیه. میام اینجا. خب الان برای حمله به اینم باید یه آبی دیگه بذاری. دست بعد. آ دست بعد می‌خوام حمله کنی. آره آره حتما. خب الان نوبت منه. بفرمایید. من در نوبتم تصمیم دارم. اینو بذارم. خب و میام اینجا. بسیار عالی. بله. بنده مبارزه رو شروع میکنم خانمه. بفرمایید خواهش میکنم. شما 6 تا باید گله بزنید. اول ایشون اول بذار بله بومبستم رو درست کنم. ایشون. خب ایشون 6 تا گله باید بهش بزنی. خب. که 3 تا از اون بزنی کار 6 تا اینو میکنه. خب. نگهبان داری با دیفالت 5 تا ازت حفاظت میکنه. پس من ایشون رو شکست دادم. و یه چیزم ساختم. یک پنجره هم ساختم اینجا درسته؟ اون هم میتونم الان جمع کنم؟ میتونم بعد این مرحله جمع میکردی. آره آره جمع کن. پس اینا رو میرن این امتیاز های کارتیم میشه و ایشون رو هم شکست دادم. بله. خب من برم؟ بله. من اینو میذارم اینجا. یه دونم هزینه چه رنگی داره صورتی میذارم اینجا. من اینو شما گذاشتی؟ نه نه این شما اینجا وای میسادی. آه بباشر اون مرکز اون نبود. این من گذاشته دادم. بله بفهم. حالا نوبت شماست. من کارت میسوزونم. خب خرید و فروشی داری؟ خیر. بنده برم؟ بفرمایید. من 3 تا کارت برمیدارم. هیجانی شد. 3 تا از اینا میسوزونم. چون انقدر شبیه هم داره کارمون پیش میره. اینو برمیدارم. ترسیدین؟ آره. خب. برای عبور از این به این دو تا صورتی میذارم اینجا. و همین.
میخوای مبارزم شروع نه کنم. اینو باید اتچ بکنم، حالا میتونم مبارزه بکنم میتونم نکنم. خب در این مرحله من میتونم این ستا رو جمع بکنم، ولی جمع نمیکنم چون میخوام دست بعد مبارزه رو انجام بدم. آفرین. من تو برنامه چیدی؟ آره تو برنامه چیدی؟ من میترسم. بنده این کارت رو بازی میکنم. خب و آرسگان رو میارم پایین. اینو که دارم دوتا نیرو. شما ارتش دارید نیرو نداری؟ این پنج و فلان فلان. اینم که این جمع میکنم همه رو. خب این در مرحله اول کاری که انجام میدم حملم بود. بعد برمیگردم به نقطه بیس. اینا همه برداشته میشه. آره من در واقع سخت بودن کارکتره از اون اعتبار زیاد میگیره. ما باید من احساس کنم آدم باید بعضی استراتژی رو بچه که این همه هزینه دارم میکنم دشمن ضعیفتری رو انتخاب کنم که هم آره که هم البته بریم جلوتر. آره دیگه دشمن ضعیفتری باید انتخاب کنیم. بهتره. من میخوام اینو بسوزونم سه تا آبی بگیرم. بفهم. من بازی کارتی مونا کرده بودم. شما بفهم. کارت دستت نداری؟ الان باید بگیرم. برای بچه‌ها فقط دقت کنید که این معنی نداره. آره. خب الان شما حرکت هم میکنی؟ بله. یک عدد نفوذ اینجا قرار میدم و حرکت میکنم. خب الان نوبت منه. آره شما نمیدونم میخوای مسیر رو ببندی یا میخوای یه مسیر دیگر رو بری. من مسیر رو نمیبندم. برای چون مسیر شما رو ببندم. من یک کارت مینشونم این بالا و میرم سراغش. خب بنده اینو میذارم. خب نفوذی رو هم اینجا اعمال میکنم. من اگه بخوام میشه تن طبقه بزنم. خب نمیتونی تن چند طبقه بزنی. باید حداقل روی سه تا زلش آدم باشه. آدم باشه. آره. ببخشید. خواهش میکنم. پس جمعش کنم. جمع کن. دو تا آبیات میسوزه. من خیلی دوستم رو بسوزم. یه قرمز و دو تا زرد بگیرم. حالا ببینم میتونم با اینا کاری بکنم یا نه. چیکار کنی مریم جان؟ من مسیر رو پیش بگیرم. میخوام که نگهبان اضافه کنم. من نگهبان اضافه میکنم. شدم دوتا نگهبان و پنج شد رو گیم دادم. کارتم هم که سوزوندم. شما الان کارتم زیاد نمونده درسته؟ نه مونده. خوب مونده. خوب مونده؟ یعنی به نظر میاد دیگه. میسوزنم از این کارت نمیتونم استفاده کنم. من اینو میسوزونم و دوباره از هر رنگ یه دونه میگیرم. این کاری که با کارت هم خواستم کنم. حرکت الان... آره شما باشم. نیرو منابع انسانی نیروی رو استفاده بدم. کارت من برمیدارم با اجازتون. سه تا؟ بله. خب الان دیگه فکر کنم کارت آخره بازی رفتی؟ آره شاید بیام بالا اشتراک بزنیم. واقعا؟ بله. نکنین کار. چون من یه دونه نگهبان دارم. چرا تو این کارو کردی؟ سوالم ازت اینه. یکم گفتم اختلال ایجاد کنم در پروژه‌های دتکتیو شما. پروژه ایجاد کن. من این ستا رو می‌خوام بسوزونم و یه کارت بردارم. اینو میذارم اینجا. از اونجایی که من نفوذی دارم میتونم دو تا حرکت برم. اینو میام اینجا. خب؟ و یک تبهکارم بهش اتچ می‌کنم. طراحی کاراکتر خیلی جذابه. آره. بیا ببین چه تبهکاری برات اومد. عین همین. خب به این تبهکار میخوام حمله کنم. من دو تا نگهبان دارم که هر کدوم 5 تا که این که هیچ. این یکی یه کوبش دارم که 5 تا انجام میده و یه دونم از اینا میدم که اینم 3 تا میشه 8 تا. 8 تا کوبش گفتی چند تا؟ کوبش 5 تا. 4 تاست. 4 تا؟ بله. خب اوکی اینم 3 تا به هر حال 7 تا رو دارم. آره شما دارید. خب اینم از این. ایناشون هم چکیده. بله اینا رو میتونم بردارم. نوش جان. مبارک باشه. دست شما. اینم میسوزه دیگه استفاده کردم. شما دیگه تمام نیروهای کمکیتون رو از دست دادید. نیروهایی که خودش شناره داشت. آره آره. خب مریم نکن. من اینو میذارم. نه سب کن. بایست. من میتونم الان نفوذیمو بسوزونم برگردم پیش تو. که این کارو میکنم. نفوذیمو میسوزونم نفوذیمو سوزوندم برگشتم اینجا میشه آرایس که در واقع در این دایره در این مربعی که داره میسازه میتونم باهاش شریک باشم. آره چون میتونیم در واقع پرونده های مشترک هم داشته آره. باشیم. منم این رو اینجا قرار میدم و میرم بالا و بعد یک ایشون رو باید هزینه‌اش رو بپرداز دیگه. نفوذی آبی. بله. خب حالا جمع شد. سه تاه کارت آخر آرایس گذاشته. یک شو من برمیدارم دو تاشو خودت بردار. آره. نمیخوای بسازیم یه برج مرجی بیاد بیاریم. نمیشه که عزیزم. آخ بابا سه تا چیزو یادم میاد. صدقت نمیکنی ها. خب اینم از اینا مال شماست میره تو امتیازات. برای بنده است. نوبت منه. شما مبارزت انجام دادی کارتت گذاشتی جمعم کردی. من بابا مبارزه من نبود. نه مبارزه نبود. آها. جمع کردن چیز ساختی. مربعتو کامل کردی تا آخرش هم گذاشتی و جایزه‌مون هم گرفتیم. بسیار عالی.
خیلی هم ممنون و آره اینجوری من میام پایین. میفرمایید. ببینم چه خبر. بابا بفهم. خب شما برو. عرضم بزرگتون من سه تا خرج میکنم مریم جان. کدو برمیداری عزیزم؟ این رو برمیدارم که من یک مبارزه ای رو ترتیب بدم. ترتیب بده با کدومشون؟ با ضعیف. ما همه ضعیف انتخاب میکنم. یک دونه ضعیف تر بودن ایشون و میرم بالا. اوه 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 بریم دست بعد چون من باید کارت بسوزنم پول در بیارم که هزینه های آره هزینه ها زیاد شده رایست زندگی خوبش باید بدم. زرد آینه زرد دارم این هم یونه زرد میامش یک کار دیگه دستم بر نمی اومد. کارت دیگه هم نداشتم. کارت آره دیگه به انتهای بازی داریم نزدیک میشیم. خب من این رو میسوزنم مرجم با اجازت. اینو برمیدارم با اینه زرد. خب زردار رو اینجا میذارم. میری جلو حمله کن و میخوام مبارزه شروع کنم. بله یه دونه اینو شاید نتونم. دو تا زردار رو من گذاشتم برای بله. کوبش و مبارزه رو میخوام شروع کنم. به صورت خودکار هر کدوم از کاراکترها دو تا حمله دارن. حمله یعنی شما 5 تا حمله دیگه تقدیم کنی که اون دفاع دیگه حمله. آره آره. نیروی کوبش که نداری باید مثلا اون کارتا دو تا سه تا از اینا بدی. آره بس سه تا دو تا میشه 6. خب دو تا هم خودشه. غند شکم مگه نداری؟ نمیتونی نصف کنی که خب 6 تا با دو تا خودت میشه 8 تا اینو زدی. الان آره. خودت دفاع کن در برابر این 7 تا. این 5 تا اونم دو تا 7 تا بعد. وردا برو. آخ جون. نوبت من این سه تا رو برمی‌دارم که داره تموم شده. یعنی کارتا رو که تو برداری دیگه بازی تموم میشه. من قبل از اینکه تو برداری کارتا رو یه کاری بکنم. خب اینو میسوزونم سه تا آبی برمی‌دارم. خیلی مبارزه کنی احساس می‌کنم. درست احساس می‌کنی؟ خب این ستای همین ستایی که برداشتم و میدم یه دونه این مبارزه یهو برمیدارم اینو برمیدارم. خب میام اینجا میخوام مبارزه کنم. این تبکه رو میچسبونیم اینجا. آره اینم برمیگرد یه فایده ای هم نداره دیگه انقدر تبکه زدیم. خب من یه دونه چی باید بدم؟ یه دن از اینا میدم میرسم به ایشون میخوام باهاش مبارزه کنم. بنده ایشون که هیچ گزندی نمیتونه به من شما هم کوبش کنه. داری و هم بنده کوبش 4 تا دارم. خود این خانم هم 2 تا داره خانم شینا را و ایشون رو میزنم. میزنی شما؟ بله بنده زدم ایشون رو. این صورتی مو برداشتم این دو تا رو برداشتم. این دو تا رو برمیداری امتیاز. خب شما الان کارتو برداری بازی تموم شد. بازی تمومه. آره امتیاز حساب کنی. آره بنزت کی برده؟ بنزم تو بردی. تو هم سه تا زدی، هم سه تا زدم دیگه. خب اینا... نقشه تو هم بزرگتر بود. نه نقشه تو بزرگتر بود. بفرمایید. دو دیدی گفتن شما تو میبری؟ تو سه تا حمله کردی؟ آره گفتم دیگه. من 4 تا حمله کرده بودم. کارتاتون چقدر بود؟ 11 تا کارتاب 11 تا، اینم 4 تا، 6 تا، 24 تا، 24 با 11 میشه 35. منم چند بود؟ 11 شما 12 تا بودی، 12 و 15. بله برنده این بازی رو اعلام میکنم. خانم خاکسار از محله فیلمزی. فیلمزی از بعد باز فیلمزی بود. این از بازی چون من بازی رو برنده شدم حتما فیلمزی رو سابسکرایب کنید. آره آقا بازی خیلی جذابیه بچه ها. من یک نکته خیلی مهمی رو بگم بچه ها که دوست دارید حالت تک نفرش رو ما بریم لطفا کامنت بذارید چون حالت تک نفر این بازی کاملا متفاوته با مثلا مراحلش فرق میکنه. حتی یه کارت دیگه هم داره اصلا سری متریال های دیگه یه سری متریال ها اصلا شیوهش کلن روندش آره فرق میکنه. این موجودات هستن و بعد یک بورد هم هست که بازیمون رو جلو میبره. آره مراحلش رو نوشته که تو هر مرحله چی کار بکنیم و اینا که شما که در واقع بسته ویژه افسونه زومجی رو که تهیه کنید در واقع شما تک نفره هم این بازی رو میتونید انجام بدید. بچه ها این بسته ویژه رو میتونید از لینکی که توی دیسکریپشن حالا توی سایت قرار میدیم استفاده کنید و بازی رو تهیه کنید. کیفیت بازی بی نهایت خوشگله. من یه چیزی ذکر کنم. بفرمایید. این بازی خیلی یعنی بازی های استراتژی میشه گفت. تقریبا های استراتژی نه استراتژی که ولی خیلی استراتژی جالبی داره. اینکه من مثل اینو تو بازیایی که حالا موجوده و بازیای ایرانی خیلی کم دیدم. ضمن اینکه این بازی کلا اورجینال اصالتا ایرانیه. اصل که یک بازی بوده باشه اومده باشه اینجا و کرده آره کپی که ایرانی سازی میگن فارسی سازی میگن میاد اینجا اصطلاحاتش تغییر میکنه تولیدش و فلان و اینا. این کلا 0 تا 100ش ایرانی بوده.
خیلی خیلی با کیفیت، خیلی ارزشمنده. ارزشمنده. من میگم حتی توی اروپا تحسین شده این در واقع این محصول، و پیشنهاد میکنم که حالا تاییدش کنید و بتونید به دوستاتون بازیش کنید. یا اگه نه، تنهایی بورد گیم تنهایی. من همیشه اینطوری که آقا چرا دارکستن Dungeons and Dragons نمیدونم تنهایی بازی، من دوست دارم Dungeons and Dragons بازی کنم. میگم بازی تک نفرش هم اینجوریه که میگم میتونید چند تا فکر رو بذارین رو هم، یعنی تنهایی یک نفر بازی نکنه، چهار نفر به عنوان یه تیم بیان بگم. آره. به نظرم این بهتره این کارو کنید. موسیقی رو هم لحاظ کنید و با در جریان آره بازی لذت ببرید. اگه تنهایی بازی میکنی اون موسیقی با هدفون و اینا کلا شما رو در یک فاز آره. دیگه میبره. ممنون از خانه پیریکا که بستر رو برامون فرستادن و این بازی جذاب رو بهمون دادن که بازیشون کنیم. مرسی از مریم، مرسی از فرزین و رضا. دم همتون گرم باشه. تا یک ویدیو نیم نگاه دیگه، خدافظ. خدافظ.